با سلام و درود خدمت همه دوستای عزیز، خیلی خوش اومدید. بانوم و یاد خدا شروع میکنیم این جنجال بزرگ. زنگ ترامپ به ملا برادر، چشمانداز سیاست های ترامپ در قبال افغانستان با بریالی نصرتی. تو ویدیو قبلی که درست کردم گفتم که اتفاقات عجیبی شاید بیفته. سیاست انقدر کثیف هست که هرگز قابل پیش بینی نباشه. و اینکه یه نکته بسیار عجیب که نه البته قابل پیش بینی بوده، اینه که ترامپ تمام کسایی که دستور دادن که نیروهای آمریکایی از افغانستان بیان بیرون که طالبان جای آنها را بگیره، و حالا اتفاقاتی که افتاد داره همه را مورد بازجویی بازخواست قرار میده و خدا به ما مردم رحم کنه. فقط همینو میتونم بگم. بشنویم ببینیم موضوع از چه قرار است و در موردش صحبت بکنیم. زبان دهنده و تعهد دهنده در مائده یا قرارداد دردناک و ننگین دعه و نمایندگی کل طالبا ملا برادر بوده با چند تا از همکارانش که در درون نظام جمهوری و چند تا هم که در بیرون بوده، توانستم که امریکا را و ترامپ فریب بدن همه یک چیز را با امضا رساند. Breaking news, we are projecting at this hour the 47th President of the United States, Donald Trump, will be elected to return to the White House. فکر میکنین که سقوط رژیم ایران نزدیک باشه با وجود آمدن اداره نو؟ ما چون دوستو مینا را گفتن برین دیگه دوتن تان کس نظامی های امریکا نمی یک شما را ببرن. بله، فکر میکنین که آقای خلیلزاد باز مطرح باشه کدام پست کلیدی به تیشان؟ امه خیلی کافیست که ما گفته باشم بانوی گرانرش، از اون که خود ما بیده تر میفهمیم که افغانستان کدام سوروان است. ایشو بگه صلاحات چی خواهد شد که آدم کش هم نیست. سیاست مدار یکی آقای بریالی عاطفه ندارن، یکی راست نمیگن اساس تجربه گذاشته. ولی متاسفانه آقای ترامپ هم سیاست مدار شده و اما اقتصاددان که اقتصاد هم زیربنای جامعه است. بله، یه سری اتفاقات میفته که اصلا غیر قابل پیش بینیه. همه ما سورپرایز هایی داریم در پیش رو و اینکه چه اتفاقاتی خواهد افتاد، خدا کنه مردم حالش خوب باشه. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکه کنم باز. دوستان عزیز سلام، امید صحت سلامت باشید. ما میفهم که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا بعضی ها را خوش ساخته و بعضی ها را خفه. من میفهم که تاثیرات این انتخابات روی قضایای افغانستان چی تاثیرات خواهد داشت، مثبت یا منفی، هوشدار خواهد بود برای طالبان یا برعکس معامله یا بر رسمیت شناختن اونا نزدیک است. بر صورت تمام جهان منتظر اقدامات جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده امریکا است که بعد از 20 جنوری شروع به کار میکنه. و من دیروز تمام روز به کاخ سفید بودم. دوستای عزیز، شما گزارش های لایف مریدید نشونیدین که ساعت 4 صبح الی 12 شب آقای دونالد ترامپ قبل از میاد معینه، یعنی قبل از مراسم تعلیف و انگریشن به اصطلاح، آمد به کاخ سفید. آقای بایدن مهمانشان کردند و روی قضایای مهم از جمله مراسم انتقال صلح‌آمیز با آقای بایدن صحبت کرد در کاخ سفید. البته صحبت ها با پشت درهای بسته بود و در پلوی ازی که انتقال مسالمت آمیز قدرت سرش گرد زد، آقای بایدن مطمئن ساختش که جنجال نمیشه. جنجال را که خودت در سال 2020 انجام داده بودی، حمایت کنندهایت گفته بودی که به کنگره و به دیوالا و به سارا بالا شد، شاید یک کنایه بوده باشه. روی تقرری ها و روی بعض مسائل عمده از جمله اسرائیل و فلسطین و مسئله خاورمیانه و اوکراین و روسیه و اینا هم صحبت کردن که شما گزارشات ششونیده. این بایدن خیلی مشنگه، اصلا بیمغز. نمیدونم اینو چطور رئیس جمهور کردن. باز هم من بهتون شرط میبندم باهاتون انقدر باج دادن دوتا دولت جمهوری اسلامی ماها که برای اولین بار در تاریخ آمریکاست فکر کنم که یک رئیس جمهور بعد 4 سال میندازنش کنار.
یه نفر رو کار میاد که نمیتونه سرپا باشه، صد بار قش کرده یارو به زور داره راه میره. و این دوره هم که ترامپ خواست بیاد رو کار، خود دیدین چقدر مورد حمله قرار گرفتن، چند بار اصلا ترور شد. ببینین چقدر میترسن و میدونن چقدر ترسناک که ترامپ برای این دولت های اسلامی. حالا تأثیرات مستقیمشه روی مسائل افغانستان میخوایم که با یک تن از کارشناسان مجرب افغانستان، جناب بریالای نصرتی، رئیس حرکت ملی خط سوم که شما با نامشان آشنایی دارین، میخوایم که مطرح کنم. با اجازه شما سر صحبت شروع میکنم. آقای بریالای نصرتی، بسیار خوش آمدین. خوش هستم که بعد از یک مدت میبینم اتان، اما با کم تفاوت خوشگلتر و یک ریشان ماندین که غم افغانستان البته ریش سفیدتان کرد، یا چطور؟ بسیار خوش آمدین، بفرمایید. تشکر بانو کریمی عزیز. علیکم السلام. سلام از ما بر شما و به تمام بینندگان محترمتان. رنگ چشم اول خو در عقب شما بسیار شمشیرهای زیاد هم میبینیم و دفعه اول است که در مصاحبه که دیر باد کتمه میکنین امرا با شمشیرها. مطمئن اینا از درزش های خاص خود برخوردار است، در پوشتان از خدا خیر ما را پیش کنن. واقعا در وطن این یک هشدار است که در این صحبت ها ما هم دیگه دست پاچه برزدیم که اگر طالبا وضعیت زن افغان حقوقشان یاده نکنند، اگر من اینجا یک کنایه یک هشدار دادیم شان که با خبر باشن که زنهای افغانستان هم شمشیر باز است. اینجا که دیگه است آقای نصرتی میگه اگر پوشی شمشیرم آزرم بسد شادی، رنجش از پریرویان کار ناکسان باشد. در حال بسیار تشکر. ولی ما علاقه دارم کلکسیونش داریم، ما و همسرم که در حدود 2-3-4-5 هزار شمشیر است از تمام کشورها از قرن 5 به این طرف، که یکیشون همونجا است که سیخ کباب پاره است که با در یک برنامه آینده از همکار عزیزم خواهش میکنم که هر کدام از زیر معرفی موضوع شروع کنید جهان دست شمشیر را باز معرفی میکنم که چیز تاریخ است. حالا از شما میخواییم بشنویم که انتخابات ریاست جمهوری امریکا همه را هم نگران ساخته و هم بعض مردم خوش و بعضی ها خفه است. تأثیرات مستقیمش روی اوضاع افغانستان چگونه خواهد بود؟ آیا با طالبان؟ ما شنیدم از مسئولین مطبوعاتی سابق آقای ترامپ و دوستایی که دارم در می چند روز میگن که آقای ترامپ یک مسیج خواهد داشت در اولین در آغازین روزهای کاریش، حتما یک پیام برای طالبان خواهد داشت. از دید شما که تجربه دارید پیام آقای ترامپ چه خواهد بود؟ تشکر بانو کریمی عزیز. اول خزریش سفیدم گفتین واقعیت که دردهای وطن انسان و کسایی که احساس داره و درد داره نسبت به مردم وطن، آینده وطن و آیندگان ما خامخا تاثیرات منفی میکنه. واقعا در زمان کم بسیار زود ریجن سفید شد. در ارتباط با مسئله ترامپ که چی روی کرده خواد داشت، برای من سوال بسیار جالب است. پیام ما با آقای ملا برادر است. پیام ما ایست که زمان که یا روز که یا در اولین روزایی که استراتیجیستای امریکا کار خود بالای افغانستان آغاز کنن، اولین تلفن از اینا با ملا برادر میاد. البته او آقا مرا ولی خدا فکر نکنم بر از اون میاید و مطمئنن با لحن شدید تر بایی برخورد خواهد شد. خدا آقای سقیم تلفن خواهد کرد؟ نه، استراتیجیست های امو مشاورینش یا کسای دیگه کس مستقیم. بله، مستقیم با خود ملا برادر و ایره در یادداشتش هم خود گرفت که نصرتی راست میگم مزاق میکنه و با لحن شدید برخورد خواهد شد. برای از اینکه امضا کننده، زبان دهنده و تعهد دهنده در مایده یا قرارداد دردناک و ننگین دعا برای کل طالبا ملا برادر بوده، با چند تا از همکارانش که در درون نظام جمهوری و چند تا هم که در بیرون بودن، تانستن که امریکا را و ترامپ را فریب بتن، همه یک چیز را امضا کنن و امضا رساندن و ای در 4 جمله یا 5 جمله امریکایی ها ختمش میکنن. یک، درخواست های امریکایی ازش در 4 جمله در روز اول. یک، رهایی زندانی های امریکایی ها که در قید طالباز، فکر کنم 20 چند نفر از یا 26 نفر از یا 20 نفر امریکایی ها باید عاجل رها شود. دوم، تکمیل نمودن برنامه دوحه، یعنی قرارداد ننگین دوحه، خاصتا تاکید فراوان یادتان باشه در دوران ترامپ
فشارهای قوی بالای با وجود آوردن حکومت همه شمول خواهد بود بین طالب و جمهوریت. سوم، قطع رابطه کلی که او را زیاد زودتر امریکا هم افهمه که واقعا قطع کرد با القاعده و 21 گروه تروریستی بیگانه که در وطن ما بیگانه ها جای گرفته ولی افغان ها خودشان فرار کرده میرن از وضعیت موجود. ایسته مسئله چهارم مسئله میدان هوایی بگرام است و در سمش میدان هوایی شورابک هلمند. این مسئله چهارم خواهد بود و بعد از این صحبتشان قطر خواهد شد. پیشنهاد اولین برخورد و مسیج گفته این همی خواهد باشد. سنگین اتفاقات سنگین خواهد بود از بگرام گرفته تا به قول خودشون قرارداد ننگین دوحه. چطور میتونه باشه واقعا؟ توی که وطن تو دوست داری، به گفته خیلی ها ویدیوهایی که دیدیم همینطوری بفروشی؟ به چی؟ به چه خاطر؟ چی بهت میرسه؟ کشتن مردم، نابودی زنان، ظلم و ستم زیاد. از دیدگاه من مسئله اظهارات آخر آقای خلیلزاد هم مطرح است که گفتن توافقنامه دول یک قسمتش باقی مانده. آیا آقای خلیلزاد هم یه اظهارات قبلا کرده بود؟ کدام گوشش باقی مانده؟ همین 4-5 شرط را که شما گفتین، 4 مورد را که آقای ترامپ از طالبان میخواید؟ خب این توافقنامه تا جایی که ما و شما خب یک مقدارش پنهان است ولی اگر واقعیت بیاییم در مکتب انسانیت، مکتب انسانیت چی برای ما میگه؟ هر توافقنامه که ایجاد میشه بر اساس اصول انسانی آقا انسان نشده یا میگه مسیح سرویس یا مسلمان. هر شخصی که اول انسانیت است و آقا انسان نشده در هر دینی که بره نام از دینم بدوم. بله. حقوق زنان اصل اول است برای مردم افغانستان، چون مردم افغانستان ناموسدار است و اونا میخواین که با ناموسشان آرامتر زندگی کنن. چه تیکه، چه حرفی، چه حقیقتی که خیلی ها فراموش کارید. مردم افغانستان ناموس دارن، ناموس پرستن، اول از همه دارن بر ضد همین مردم دارن کار میکنن، یعنی ناموس مردم. واوی مسئله تعلیم و تربیه، اینا گفتنی در فروات است و مجرد که حکومت همشمول ایجاد شده مطمئنا قانون اساسی ایجاد میشه. در قانون اساسی تمام ایمواد میایه. این نمیشه که از نظر فلانی خان که قلب الله وحد هم یاد ندارم اینا چیزی که بگوین بالای 40 میلیون انسان تحمیل شود و او خاطر فضا. من زیادتر در موضوعات آقای خلیلزاد صحبت نمی کنم چون اساس گذار یا پیش برد کننده قرارداد ننگین دوحه آقای خلیلزاد با مینا بودن و بالاخره را شکل دادن و به نفع طالبات تمام کردن، نه به نفع مردم افغانستان. اگر آقای خلیلزاد میگه که در توافقنامه حرفای دیگه بوده، چرا نشده باید در دوران طالبان بایدن جناب خلیلزاد صاحبی مسائل بسیار جدی میگرفت؟ خب اصلا شده کو اجراش؟ کو کجاست؟ حقوق زنان کجاست؟ توجه به زنان، توجه به مردم، اقتصاد، فرار نکردن کجاست؟ منم بیام دروغ بگم؟ آره یه قرارداد بوده که اینجوری باشه اونجوری میشه. علکی چرا جدی گرفته نشده؟ اگر روی کرده دوران بایدن هم تو بوده که واقعیت هم بوده اینا را حق ندادن، حداقل میتونستن از طریق رسانه های مسائل بالا کنن. نه به شکل از این که ما چون دوستو مینا را گفتن برین دیگه در وطن تان که از نظامی های امریکا نمیه یک شما را ببرن. یعنی فضا باید بر مردم افغانستان باز باشه. من فکر کنم که در ارتباط با آقای خلیلزاد صحبتایشان عمق کافی است که من گفته باشم. بانوی گرانرش، از اون که خود ما بهتر میفهمیم که افغانستان کدام سوروان است. بله، فکر میکنید که آقای خلیلزاد باز مطرح باشه کدام پست کلیدی به تیشان؟ اونا مخالف طالبا بودن، اونا رو تعیین کردن. آقای خلیلزاد از جمله دوستای طالبا است. فکر نکنم که دیگه نقش بتن آقای خلیلزاد در مسئله افغانستان. اما مسئله خروج امریکا از افغانستان در زمان خود آقای ترامپ امضا شد. قرار بود که آقای ترامپ جایزه نوبل از آن خود کنه. ملا برادر بکم دیوید خواست که من قرار بود که برم اونجا
و یکی از سربازای امریکایی تا جایی که شما در جریان هستید کشته شد که آقای ترامپ منصرف شد. یعنی منظور من این است که امریکایی‌ها در سیاست خارجیشان یکسان تقریبا عمل میکنن. آقای ترامپ این مسئله را پیشنهاد کرد، ملا عبدالامونه دیدین که بکرات و مرات نامش میگه، آقای ترامپ پیشنهاد کرد، آقای بایدن یا دموکرات ها او را عملی کرد. فکر نمیکنین که آقای ترامپ هم انعطاف پذیری نشان بده و طالبا از دیدگاه من در اداره آقای ترامپ تصمیمات نسبت به افغانستان قطعی گرفته شده. ما میخواییم که در چند جمله برای بینندگانتان که مطمئنن برای بینندگانتان و کسایی که در سیاست میفهمن و بر گفتارشان بر واقعیت‌های سیاسی و بازی‌ها واقعیت‌های بازی‌های سیاسی است جالب تمام خواهد شد. یک، در حکومت آقای ترامپ هرگز حکومت طالبا به رسمیت شناخته نمیشه. با ای که اونو موادات فوقه که گفتم چهار چیز است، اگه او را انجام بتن و حتی برشان بگوید که علایقتان نسبت به روسیه، چین و ایران قطع کنین، باز هم طالبا را در مجالسشان برای به نام گروه تروریستی خواهد یاد کردن و در منطقه و جهان به نام گروه نیابتی خودشان میشناسانن و او را مهر تایید خواهد زدن و بالاخره به نفعشان در سطح منطقه افغانستان همسایه افغانستان از اینا خواهد کار گرفت. این بخش قطعی است در مورد طالبا. ای که طالبا گردن در قوانین و نظم نوین جهانی کشورهای سوم، کشورهای ضعیف و کشورهایی که در حد نیستن که اونا در تصامیم بالاها اینا بگن گردن فرازی میکنیم و ما کسهایی هستیم و در غیر از او این میکنیم آن میکنیم و تو یک چیز کس کرده نمیتونه. و شما میدانین که آورندی حکومت طالبا و گفته خودتان کل ما شاهد هستیم همین قرارداد ننگین دوحه بود. اگر میگن که نه آقای ترامپ کتزینا نه اینا را همتون میشد، نه تو نمیشد. آقای ترامپ در چهار مادیش یک مادیش شکل دادن حکومت مشترک بود از جمهوریت و مردمای پاک و طالبا که متاسفانه آقای بایدن بدون در نظر داشت مسائل نیروها را یک باره کشید بدون از این که مسئولیت آینده مردم افغانستان کدام سو میره. این همه مردمی که در نظام سابق بود چی میشه، چقدر کشته خواد شد، چقدر زندان خواد شد و بالاخره اقتصاد از این وطن کجا میره. بدون همه چیز چشم پوشی کردن برای از این که آقای ترامپ را بدنام کنن. دقیقا بایدن اومد با این کارش خرابکاری کنه، بگه همش تقصیر ترامپ بوده، رفته امضا کرده و فلان، ولی سریع برگشت. مردم عاقل هستن، مردم سیاست رو میفهمن، همه دنیا میفهمن. تویی که ازش فراری هستی مشکل توه و این باعث پس رفت تو و از عقب موندن از دنیا میشه. که الان ترامپ دوباره به روی کار اومده و قراردادی هم که اگه بسته شد و ترامپ رو گول زدن پیچوندنش، الان داستان عجی میخواهد. امیدوارم اتفاقی برای مردم نیفته. مرسی که بودید. تا ویدیوی بعد. بای بای.